درود در وصال کنکوریا، رسیدیم به اولین ایستگاه کنکور 1401 و اون هم بازه تابستان هست که خیلی از بچه ها من دایرکت دادن آقای وصالی چجوری استارت بزنیم، از کجا شروع کنیم، به کجا ختم بشه، نمیدونیم چجوری برنامه ریزی کنیم، چیکار کنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باش، همه رو بهت میگم جوری که خیالت از بابت تابستون راحت بشه. خب اولین نکته اینه که کنکور 1402 مثل کنکور 1401 برگزار میشه، نه دروس عمومی حذف میشه، نه تاثیر معدل قطعیه و اون اخباری که منتشر شد از طریق سازمان سنجش و بعد از روی سایتش پاک شد و غیره و غیره و غیره، ما رسیدیم به کنکوری مثل کنکور 1401. سطح کنکور 1401 بچه‌ها شما باید بدونید، از الان باید بدونید، حتی اگر کنکوری 1403 هستید باید بدونید. رئیس جدید سازمان سنجش گفت که ما میایم بر اساس کتاب‌های درسی سوالو طرح می‌کنیم. تو رشته تجربه این قضیه به وفور یافت می‌شد. رشته ریاضی هم تقریبا. ولی تو رشته انسانی درس‌های ادبیات تخصصی یعنی علوم و فنون و درس روانشناسی یه مقدار سختگیری بود. یعنی یه مقدار یه ذره بیشتر. و چون من خودم معلم علوم و فنون هستم و این درس رو تدریس میکنم، واقعا سوالاتش سطح بالا و سخت بود، اما کلیت آزمون 1401 از 1400 آسون تر بود و احتمالا 1402 هم اینجوریه. پس به کتاب هاتون خیلی توجه کنید. من همین اول یک سوال پرتکرار رو جواب بدم، گفتن آقای وصالی میشه کتاب ها رو دور بریزیم؟ اصلا نمیشه، زباله که نیست. وقتی امسال هم از کتاب ها زیاد سوال اومده، متن خود کنکور شده این کتاب ها، اگر یه دونه بیاد دست من اینا، پس باید اینا رو بخونی. اولویت با ایناست تا اینکه بری پکیج بخری و پکیج سه ماهه کنکور رو جمع کنی و چرت و پرتا، نه، اولویت با کتابت، همینجوری که کنکور به ما گفت. خب و اینم یه آمار کلی از کنکور 1401. سطحش خوب بود، بچه‌ای که خونده بودن راضی بودن. اقتصادی یه سوال اشتباه داشت، ولی کنکور 1402 هم احتمالاً همین شکلیه. پس به کتابات خیلی توجه کن، طراح از روی کتاب سوال رو طرح میکنه. خب آقای وصالی از کجا شروع کنیم؟ ببین، از هر چه بگذاریم سخن دوست خوش است. الان که من این ویدیو رو داخل یوتیوب میذارم، بچه پیجم میگم که بیان ببیننش و ما بقیه بچه ها بعدن ممکنه این ویدیو رو ببینن، به خاطر تایم بندیش میگم. ما 12 هفته تا آخر تابستون داریم و این 12 هفته واسه بچه های 10، 11، 12 و پشت کنکوری. بچه های پشت کنکوری و بچه های 12، یعنی کسایی که 11 هستن، پاییز قراره 12 بشن. اشتباه نکنی بگی من 11، میگی تموم شد، خداحافظ، تو 12 هستی و پشت کنکوری ها. پشت کنکوری ها و 12 ها یه توصیه خیلی اکید بهتون دارم، اینه که اگر خیلی درس خوندید، اگر اذیت شدید و یا حتی اگر نشدید، همه که 12 متفاوته، الان میگم شما باید استراحت کنید. یعنی دانش آموزی نباشه ویدیوهای منو دنبال کنه، پیج منو دنبال کنه، استراحت نکنه. کسی که استراحت نکنه به مقصد هیچ وقت نمیرسه. مثل ماشینی که پمپ بنزین وای نمیسته بنزین بزنه، هیچ وقت به مقصد نمیرسه. ماشینی که یک کله از هرمزگان بخواد تا مشهد بره داغون میشه. ببین حرف 365 روز که الان 5 روزش رفته، 360 روز دوام آوردن، استراحت واسه لازمه. پس حالا که کنکور 1401 گذشته و پشت کنکوری هستی، لطفا استراحت کن. تا چقدر؟ تا یک ماه. سقفش یک ماه. به کنکور هم اصلا فکر نکن. خیلی مهمه که تو کلن ذهنت آزاد بشه و به کنکور توجه نکنی. این از این. اگه 11 هستی بین 2 تا 3 هفته. 4 هفته هم اوکیه. بچه های 10 هم 1-2 هفته استراحت کنید. استراحت کن تا اصلا ذهنت آمادگی پیدا کنه. تو الان تشریحی میخوندی، یهویی بخوای سویش کنی داخل تستی سختته. تا حالا واسه مدرسه میخوندی، بخوای واسه کنکور بخونی سختته. به خصوص بچه‌هایی که عادت ندارن از 0-0 میخوان استارت بزنن، خیلی حواسشون رو جمع کنن. یه پادکست رایگان دارم راجع به استراحت کنکور. مهم نیست چه تایمی میخوای شروع کنی، حتی اگه زمستونه، تو باید یه مدت ذهنت از کنکور کلا دور باشه. ممکنه 4 روز، ممکنه 5 روز، ممکنه 4 هفته. رایگان واسه میفرستمش،
دایرکت به من پیام بده، این پادکست رو واسط بفرستم. و ما احتمالاً هر کس که پیج ما رو دنبال کنه میدونه باید استراحت کنه، الان استراحتش رو کرده و ما به مدت 12 هفته تا پایان تابستون وقت داریم. این 12 هفته چی کار باید بکنیم؟ بچه هایی که متوسط و متوسط رو به پایین هستن، دیگه خودت بهتر از هر کسی میدونی، جوگیر نباش خواهشن، منطقی برنامه ریزی کن. متوسط رو به پایین، 10 رو اول بخونه، 11 رو بعدن. بچه های هنر، زبان و انسانی به این قضیه خیلی توجه کنید، تجربه هم خودشون میدونن باید این رو رعایت کنن. متوسط به پایین از 10 شروع کن. چرا؟ چون دروس 10 پایه دروس 11 تو رشته انسانی مثلا تاریخ، جامعه، جغرافیا، این درس ها خیلی اینجوری نیست، مثلا اقتصاد تک کتاب، روانشناسی، ولی درس مثل ریاضی، عربی، علوم فن، اینا همه باید از 10 شروع بشه. پس بهتره که اول 10 رو استارت بزنی، بعد بیای 11 بخونی. این 12 هفته، 6 هفتهشو میذاری واسه 10، 6 هفتهشو میذاری واسه 11، مجموعا میشه 12 هفته. بعد از اینکه 10 رو کامل خوندی، یه آزمون دانلود میکنی از اینترنت، داخل پیجم استوریا میگم، حتما دنبالش کن، قلمچی، گاج، گزینه‌ای، تو هر کدوم دوست داری، و کل 10 رو آزمون بده، نکاتت رو خلاصه نویسی کن، یادداشت برداری کن هرچی تو اون آزمون مشکل داشتی، و پرونده 10 رو ببند، 11 رو شروع کن، 11 هم ببند. اگر دانش آموز متوسط رو به بالایی هست، یعنی میتونی 4-5 ساعت رو بخونی، دوام داری و به دروس هم تسلط داری، یعنی 11 رو خوب خوندی، 10 رو خوب خوندی، معدلت بالاست، مشکلی توی یادگیری نداری، تو 10-11 رو همزمان جلو ببر. خب آیه وسالی یه ذره سخت میشه برنامه ریزی 2 با هم دیگه تو 3 میدونم. بودجه بندی گاج یا قلمچی رو دانلود کن، دقت کن، گاج یا قلمچی، چون تو سطحت قویه، بچه سطح ضعیف مثلا گزینه 2، سطح متوسط حتی گزینه 2، ولی اینکه قویان باید گاج یا قلمچی برن. چرا؟ چون آزمونش تو هفته 1 مرور زیاد داره. خب اینم از این، و شروع کن 10-11 رو بر اساس بودجه بندی قلمچی، حتی اگه پول نداری اشکال نداره، بودجه بندی رو دانلود کن خونه، هم آزمون بزن و هم طبق اون پیش برو، و 10-11 رو توی تابستون جمع کنید. بچه ها پشت کنکوری ها لطفا سراغ 12 نرید، بچه ها 11 لطفا سراغ کتاب های 12 نرید، حتی اونی که تو بودجه بندی قلمچیه. اول اولویت اینه که این 2 رو جمع کنید، اولویت اینه. کسی که دیگه خیلی حالش خوبه و همه اینا رو خونده میتونه بره و 12 هم این کتاب هایش رو بخونه. خب پس توی 6 هفته 10 رو برنامه ریزی میکنی، مشخص شد. ببین مهمترین نکته که باید بهش دقت کنی برنامه ریزی. این عددهایی که بهت میدم واسه اینه که برنامه ریزی بهتری داشته باشی، و توی 6 هفته 10 رو ببند، یه روز آزمون بذار، 6 هفته دوم 11 رو بذار. دیگه توی برنامه ویدیوی قبلی گذاشتم دیگه، گفتم آقا جبرانی داشته باش، مرور داشته باش، روز استراحت داشته باش و اینا رو خودت رعایت کن، برنامه هم سبک میشه. بچه هایی که میخوان 10 جدا 11 جدا بخونن، برنامه هم سبک میشه. و یه نکته خیلی مهم، وقتی که تو میخونی لطفا از الان خلاصه نویسی کردن یاد بگیر، نکته برداری کردن یاد بگیر، و نباشه دانش آموزی که تابستون تموم بشه این بدون نکته برداری باشه، خیلی بده، فاجعه است. تو از عید به بعد باید نکته برداریاتو بخونی، این چیزایی که نوشتی اونا به دردت میخوره، وقت نیست بیای دوباره 30 کتابو از اول بخونی. متوجه چی میگم؟ رشته انسانی 30 کتاب داره، 32 تا داره. پس اونجاست که این خلاصه نویسیات نجاتت میده. اگه نمیدونی چجوری خلاصه نویسی کنی، من سعی میکنم در آینده ویدیوشو بذارم، کانالمو سابسکرایب کن، و بچه‌ای که با خود من مشاوره دارن پادکست میفرستم واسهشون کامل، گفتم اینجوری مرور کن، اینجوری خلاصه نویسی کن، خیلی مهمه. و خب رسیدیم به اینجا که برنامه‌ای که نوشتی پس کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. یعنی چی آقای وسالی؟ کوتاه مدت یعنی برنامه روزانه. برنامه تو به صورت هفتگی یا 2 هفته 1 بنویس لطفا، نه یا روز روز برنامه نویسی کن، این خیلی مسخره است. برنامه باید یا هفتگی باشه یا 2 هفته 1 باشه که به یک بودجه بندی برسی. و بعد از اینکه برنامه تو نوشتی مثلا 2 هفته 1 یه چشم انداز ماه داشته باشی.
من تا چه تاریخی میتونم این پایه رو تموم کنم؟ این میشه میان مدت که ما گفتیم 6 هفته. پس کوتاه مدتت شد روزانه و هفتگی، بلند میان مدتت شد ماهانه، که ببینید توی چند ماه این پایه تموم میشه، این کتاب تموم میشه، این میشه میان مدت. بلند مدت تو میشه از الان تا تقریبا کنکور. چیکار کنیم؟ ببین تمی که بهت میدم همینه، تغییر نمیکنه. یک دانش آموز موفق یه رتبه دو رقمی سه رقمی این کارو میکنه. تابستون 10 و 11 تابستون تمام شد، 2 تا 3 تا آزمون جامعه، اگه آزمون نمیری 2 تا 3 تا آزمون جامعه از خودت بگیر، نکاتشو خلاصه نویسی کن، هر چی جا مونده پروندهشو ببند. پاییز که شروع شد 12 نصفش با کل 10، یعنی از 1 مهر تا 1 مهر که نه 7 مهر تا دیما، تو کل 10 به اضافه نصف 12 رو با آزمون، ببین خودت رو تو دل آزمون بنداز، خواهش میکنم ازت اگه میخوای موفق بشی از آزمون زدن نترس. امروز من یه مشاوره تک جلسه یعنی ساعتی داشتم، دانش آموز میگفت تست نزدم، مشکلش همین بود، 10 ساعت خونده بود تست نزده بود. ببین اگه از آزمون بترسی، البته اون بنده خدا مشاوره نمیدونم چه جوری گیرش افتاده بود، دانشجو بود مثلا، اینکه از این بلاگرا و اشتباهی بهش راهنمایی کرده بود، حالا کاری ندارم، خودتو تو دل آزمون بنداز. من بهت قول میدم رتبه خیلی خوبی میاری، اولش سخته، اولش شاید کم بیاری، ولی در ادامه راه میفتی. کنکور یک آزمون تستیه، نمیتونی بدون تست داخلش موفق بشی. این از این. و از زمستون، اون 3 ماه زمستون، کل 11 به اضافه نصف 12 جمع میشه. بعد عیدم مرور، جمع‌بندی و آزمون‌های جامعه. پس این شد چشم‌انداز کلی تو، چه آزمون میری چه آزمون نمیری، اینجوری خیالت راحته، دغدغه اینو نداری کتابا کی تموم میشه، کی مرور میکنم و کی تموم میشه این داستان کنکور، کی باید تستای کنکور بزنم. همش جمع شد، همش رو جمع کردم واسط. اگر تابستون جا بمونی پاییز خیلی سخت جور کنش، بهت فشار میاد، از الان فار کن که بهت فشار نیاد. راجع به منابع، اینکه چه منابعی واسه کنکور انسانی هنر زبان خوبه، داخل پیجم گذاشتم وسال کنکور که سرچ کنید، چه تو گوگل چه تو اینستاگرام هر جا واسط میاره. بچه‌های 1401 انتخاب رشتهشون با منه و همین. هر سوالی داری این پایین مثلا بفرست، کامل بهش جواب میدم و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.